گردن از اون گنده تری ماشالله هیکلت از اون بزرگتره همش کنفتت میکنه صافت گندگی و هیکل نیست هاشن جلال آمده چاقو میکشن ولی این دفعه میبینم چی کارش کنم تو هم از چاقوش میترسی؟ آره پس چی؟ بابا چاقو برای ترسوندن بچه هاست ببینم دیروز مگه نادر رو با چاقو زد تو رو تا با چاقو زده؟ مادر مردنی مگه چاقو میخواد من تو چی؟ خلاب آشو با خلاب سماوان آخ جلما پایم ایگرته اول آخشم جلما پایم ساعت نیت سده ها؟ آخشم آلتی بر نالی الله نالی بگم بیوک یه چاقو بگیر بذار تو جیبت باشه بهش فکر کردم هاشم نمیشه چرا نمیشه؟ من چاقو درارم نمیتونم بزنم ولی اون میزنه چرا نمیتونی؟ به خاطر اینکه منو میندازم تو زندون ولی اون بزنه کارش رو راست و ریست میکنم چی راست و ریستش میکنه؟ کلانتری دیگه من که والا فکر نکنم اینجوری هم باشه ببینم هاشم من خرم اینقدر احمقم یعنی من که نمیفهمم چی داری میگی؟ یعنی چی فکر نمیکنه اینطوری باشه؟ اگه اینطوری نبود که تا حالا لتو پارش کرده بودم بابا حالا چرا ناراحت میشی من یه چیزی گفتم دیگه دیدم هاشم اصغر خودش دیده با مأمور داشتی در مورد جلال صحبت میکردی نکنه خبرچین جلال شدی دست درد نکنه یعنی من با کدوم مأمور کدوم مأموران همون مأمور که با لباس شخصی تو قهوه خونت نشسته بود دیگه مگه اون مأموره یعنی تو نمیدونی نه به جان تو به جان بچه هم من خبر ندارم به جون خودت ببینم مگه تو میشناختیش بچه ها دیروز دنبالش کردن دیدن یارو رفته تو کلانتری جانا بالا عروسی دارم داماد میارم چون مارده آی بالا آدم هاردا پاچ اولابیلر تمامدا Hamamda adam kışta harda kızışabilir. Hamamda. Pes ondan ben getirdim seni ya.
Gittim yakın ama ama çıktım oldum Şam'a. Gittim yakın ama ama çıktım oldum Şam'a. Hamam benim canımdır, derdime dermanımdır. Hamam benim canımdır, derdime dermanımdır. Her yerde oldu işleye, pulu hamamda haşle. Her yerde oldu işle, pulu hamamda haşle. Hamam benim canımdır, derdime dermanımdır. Hamam benim canımdır, derdime dermanımdır. سلام بر عزیز دلم. سلام علیکم. سلام آقا جلال. سلام علیکم. نوکرت. جلال کتاب منو ندید. صبح داره دیگه. گفتم من بیام نونوای شما بری خونه سر. میخوای معرکه بگیری نرم ها؟ نه جون خدا اومده کمک. جلال جونم برای فرد صبح هیئت کل باید نون بدیم ها رو جفت چشم قشنگی حله Sence yandım, birini yolda sandım. Çayı derik haloklu. Çayı dağ emdara. Setör Musa, çan peydayı. Bizi sayağa gelami pelikim diye. Yusuf emi, çakat diye hamir munde. Ağa Celal, ye hamiri diye hez. Biz bu kudumu panir mi yavurdun? Panir em hez, bura basaşın panir biyar. Başı, alam yaram. خدمت موسا به به آب قطعه این چرا خالیه راضیه آفتابه هم آب نداره هی داد میزنم میگم آب قطعه قطعه بس که هولی اصلا حواست نیست که راضی بودو دویدم صاف کن آفتابه رو پر آب کنم آوردم صاف کن راضیه پاهم خواب رفت عجله دارم آدمی که عجله داره لنگه زور پا نمیشه توپت پرو افسر صبحی راضیه خانم من تا خروز خودتون اون وایی بودم بیا راضیه سب کن گشنه نرو لغمه گرفتم یه دو تا سفر برم واسه یه پالتوی توپ میخرم من هیچی نمیخوام ازت بچسب به کار به زندگی آخه من کیو دارم تو هیچکی نداری؟ من جز تو هیچکی ندارم از به جوجن باش دوب سفید توقی بابا کجا نیم ساعت هشتر بود بیایی که آب موندن از لغمه بده بیا نرفته قهوه خونه خب بابا بده یاشو ندارم آب ندارم یه خیشو ببین با سیگار پول داری بو نداری بده یا تو بدی بابا سیگار بابا کش میدنی که ببین من امروز نمیتونم ببینم اینکه کاری باسم پیش اومده اصری بیا قهوه خونه چیت شده؟ نه چیز خواستی نیه هستی بیاد میگم باشه بده یا تمام میدم قصه نخواه نو کردم جلو دخترم بدارم پولت بیا آسینات ویرجلو نسوزی خودو باید سلام شما داغشو برن کجا چه خبره میرم پیش کرم اینا رو میبرم فردا تو راه بزنیم با جیزه جلال جون جلال بالا غیرت این لپره دوانوش میمونم خیالت راحت باشی سن نوبت کیه؟
سلام بر عمو کرم گل. سلام آقا جلال. خدا قوت. چی شد؟ اومدی بمونی یا بری؟ اومدم بمونم. مردونه؟ آره بابا. پس فردا 5 صبح برکن. کی؟ بگو همین امشب دیگه، تا 5 صبح چیزی نمونده. چرا جا زدی؟ حالا یکی دو سفر با ما بیا، اون موقع میفهمی شب و روز یعنی چی. باشه. بارمون چیه؟ نه انگار این دفعه جدی جدی میخوای بیای. چطور؟ چون هر دفعه میپرسیدی بارت چیه، این دفعه پرسیدی بارمون چیه. خب بارت چیه؟ نخود با سرون. ببین آقا جلال جون، یه چیزی بهت بگم. بگو. شوفری کار آسونی نیست، شب و روز داره، زمستون داره، تابستون داره، سرما گرما داره، پنچری داره، خلاصه 1001 مکافات داره. اینا رو گفتم که حواست باشه. باشه. نون گرفتم واسه فردا تو راه. یه جعبه جلو صندلی سفره اونجاست. بذار اونجا خوش نشه. گیرم ناراحت داری؟ نه آیسانی دو یارم چیده چانوی یک من دو چرا؟ حادگیریه؟ نه داداش چوب خطت پر شده. اگه بدهی من چقدره؟ چقدره؟ 4.5 تومن. خب امشب همه شو میدم دیگه، بذار جلال بیاد. من جلال ملاد نمیشنازم، باید پول بدی چایی بخوری. همین جلال جمع کنین، جمع کنین دیگه. آقا جلال سلام. علیکی سلام. شنیدم به خاطر من با بویوک دعواتون شده. رازی خانم گفت سلامت برسونم، بگم بری تو خونت مراقب عالیه باشی. میگم بویوک، من به یارو شک کرده بودم ولی باور نمی کردم مأمور باشه. حالا تو مطمئنی به خاطر جلال اومده؟ آره بابا، تیز نگاش نکن، چند بار سراغ جلال از من گرفته. نه بابا. آره سرکار قلیون بیارم خدمتون. سرکار چیه؟ جایی بابا داشتم ناامید میشدم. بگو دوتا چایی بیاره. هاشم دوتا چایی بیار. بفرمی اموسا چی؟ اون چوب خطش پره. میبش نگفتی میام میدم. بخیر. امروز داستان چی بود؟ یارو کیه؟ نمیشناسمش، خیلی وقت اینجاست. آشنانی؟ من که تا حالا ندیدمش. مثل این که دنبال اتاق کرایه میگرده. چیکار داشتی؟ از فردا میرم سر کار پیش کرم. نه بابا
جلال پس محله چی میشه؟ این چی محله چی میشه؟ یعنی محله رو میخوایی دو دستی بسپاری دست بیورک؟ تبعید که نمیرم، دو روز میرم تهران بر میگردم، باز چند روز هستم دوباره میرم. میگم بیورک سعی کن بخوری، اگه بزنی نمیتونیم شکایت کنیم. خالیده هم چشه تو بیورک باشه دست از بخطه کرده میگی، مخصوصا حواست باشه دنبال دختر اولیه نیفته. جلو راننده جماعت دو روز از یه هفته نیست، اینجوری صاحب زندگیت هم نیستی. خفه شو بابا زن نزن. منظوری که نداشتم. منظوری نداری غلط میکنی حرف میزن. چاقو چشه چیکار کنم؟ چاقو من جلالو میشناسم، اون مدام احمق نیست جلو این همه آدم چاقو بکشه تو رو بزنه برای خود شاهد درست کنه. کن تحقیقش بکنی. به چه بهونه ای؟ من فکر اونجاشم کردم، موقع رفتم به هر دوتاشون میگم که دیگه حق نداریم به طرف خونه من پا بذارین، اون وقتی که جلال آسی میشه حمله میکنه، اون وقت رو میرسیم. کجا با این عجبه؟ باز برم خونه. جلده خونه شدی. اومد آبم بار افتاده دست یزید. میخواید چیکار کنم آقا جلال؟ کلید قبرخونه رو بدم دستش اینجا رو باز کنه ببنده، خیالت راحت میشه؟ اما آشن این موسا میشینه تو قبرخونه ولی نعمتته. آقا چای خورده باید پروشه بده آقا جلال، چوب قدش بره. باشه بابا، چقدر حسابمون؟ 4 تومن و 5 ریال تا دیروز، اونم 5 ریال گتا برم بالا شما، کلا میشه 6 تومن. اینم 7 تومن. به سلامت. چه پولیه داری میدی دست مردم؟ بله کری، میگم چه پولیه داری میدی دست مردم؟ فکر کردی شهر هرت جلو این همه آدم واسه من پاپوش درست میکنی؟ همه دیدن پولای منو برداشتی نگذاشتی رو میز. واسه اینا باشه من این پول به تو دادم؟ چه؟ تو قبلا هم از این غلط رو کردی، پرونده داری. باشم قبلا هم از این پول رو بهت دادی یا نه؟ آی 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 من دارم رجوع به این پول الان سوال میکنم. تو غلط میکنی سوال میکنی، اینجا فقط من سوال میکنم. قبلا هم از این پول رو بهت دادی یا نه؟ باشم راستش میگه، وگرنه؟ وگرنه با من طرفی. آقا دروغ چرا؟ بله داده. کسی که من نمیشناسی، دست سر بعد کسی گذاشتی، بهتر دست برداری. تو من نشناختی، دست بده. برو بینیم بابا. کجا؟ با کی کار داری؟ با جلال شاطری. من پدرشم، میخوام ببینیمش. نمیشه، دیر وقت الان. پسرم قربونت برم، سرکار استوبار رو منو میشناسه، لطفا برو بهش بگو عزیز شاطری اومده. سرکار استوبار خیلی وقت رفته خونش. یعنی چی؟ مگه اینجا صاحب نداره؟ چی میگی آجی؟ اصلا نمیشه. عزیزم عصبانی نشو، ببین الان یه نفر جای سرکار استوبار نشسته یا نه، برو بهش بگو من اومدم، شاید قبول کنه. حالا بریم واش نمبر ببینیم چیکار میتونم بکنه. آجی شما هم برو اونور، برین اونور. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. آجی شما هم برو اونور. باش. سرکار غلامی. قربان، خانواده جلال شاطری اومدن. بیرون منتظرن. الو سلام سرکار استوار. وقتتون بخیر. فخاری هستم. بله بله جلال شاطری رو دستگیرش کردم. آره همینجاست.
باشه، خدافظ. بعد یه بازجویی. تمام شده قربان. تمام شده؟ از شما رو چی می نویسی؟ رو کاغذ معمولی. به کاغذ معمولی بردادم بیارم. از این فخ خاطیه می ترسی. امشب و اینجا نگرش می دارن. فرده می برنش شهربانی. آقا جون شهربانی چجور جاییه؟ پاش برسه شهربانی، اعتراف گیریه. بدبخت شدیم رفت. مرندی وسایلشو بگیر جیباشم بگر. چیزی ندارم، چاقو من پیش خودته. آچا اون کاغذ شخصیه، دستش نزن. گفتم اون نامه شخصیه، بازش نکن. سرگور با تو چیزی بهش بگو. فکر کنم واسه زنش نمیشه. مگه زنش کجاست که بازش نامه می نویسه؟ سفری این نامه رو اینجوری نگاه نکن. پشت فدایت شوم ها کلی منظور هست. اگه نه من سیاسی نیستم. قرار بود از فردا صبح برم پشت ماشین کار کنم. این کاغذ رو نوشتم بذارم برای سر زنم. بازش نکن اون نامه رو، سرگروهبان شخصیه. من چرا باید بی آدمی اعتماد کنم که به شاه این مملکت توهین کرده ها؟ سلام عزیزم. وقتی این نامه را میخوانی، من پشت کامیون در راه تهران هستم. بله، به تو قول داده بودم که به زودی سر کار خواهم رفت. اگر بتوانم پول این سرویس را نقدن در تهران بگیرم، همونجا برایت یک پالتو خواهم خرید. شعرم که نوشتی بای کلا؟ نوشتم نامه‌ای در برگ چایی که هر وقت میخوری یادم بیایی. نوشتم نامه‌ای در برگ سیگار، امیدم را نگه داشتم به دیدار. جلال راضی. راضیه. راضیه جلال. دم سفید من. بق بقو دم سفید من بق بقو. مگه نمیگفتی رئیس اینجا از دوستای قدیمی ته؟ پس چی شد؟ میگه رفت خونه. خب بریم خونهش. دخترم نزدیک اذان صبحه، بارونم که داره شروع میشه. خب چاره چیه؟ نزار از اینجا ببرمش آقا جون. نزار ازان صبحه، ولی رفتیم کلانتری تو رامون ندادن. از سر شب جلوی کلانتری هستیم. سرکار مجبور بودم بیام در خونه رو. میگم فردا صبح میبرن شهربانی. هر کم نشناسه شما ما رو خوب میشناسیم. میدونین جلال چه پسر صافیه. میدونی جرمش چیه؟ نه بابا، هر کی یه چیزی میگه. پای تامیناتو باز کرده امیشی جلال؟
یا آرام هست. آبجی طور میگی جلال انگار خلافای قبلشو من ماسمالی نکردم، اما این بار یکی رو فرستادن از خودش نفهمتر. بندازن گردنش پنج شیست رفته بلفتونه. سرکن و سوار مقام، همین چشم امیدمون به شماست بعد خدا. آقا عدیس همیشه از معرفتتون گفته، نذاری ناامید برگردی، بزرگواری کنی، برادری کنی. حرفیه میزنی خواهر من، اونی که من دیدم به ننه خودشم رحمه میکنه. چند روز بالبال میزنه واسه همچین روزی. مطمئنم امشب تا صبح چشمی هم نذاشته، هرچی هم پا پیش بذاره براش مسئله میشه. منم خوش ندارم آخر خدمتی برام جنگولک بازی در بیاره. شرمنده من زم، شرمنده بابچی. این امضا مال شماست؟ بله سرکار. تو چی هاشم؟ این پولا رو جلال بهت داده؟ همشون رو بازجویی کردم، زمینه پرونده است. مشکلیه یه برام من بپرسم؟ برام پاپوش دوختن سرکار استوار، من رو هم خبر نداره. چی ها شکسته تو قهوه خونت؟ من هیچی، فقط دلم شکسته جلال. دلت چرا شکسته؟ چرا شکسته؟ مگه نمی‌بینی جناب؟ چشهای اعلی حضرت با آتیش سیگار داره برده. آفرین، خوشم اومد. می‌بینم چه شاپرستی هاشم. بیوک؟ بله سرکار. تعریف کن می‌دم چی شده؟ همش اون تو هست آقا. کره خر به من درس نده، گفتم بگو چی شده. خب بگین چه اتفاقی افتاده؟ هیچی دیگه، چشای شاه و روپود در آورد، داد دست هاشم. هاشم هم نگاه کرد گفت من این پولو نمیگیرم، دست به یقه شدم. گروه با اومد جدا کنه که با مش زد تو دهن گروه با. البته چاوو هم کشید ناکس، میخواست بزنه که دیگه گروه با دیگه دستگیرش کرد. جلا بله قربان، من اون پولو سوراخ نکردم، دارن مثل سگ دروغ میگن. کلان تریرم دروغ میگم به هم ریختی؟ چجوری میخوای ثابت کنی این سه نفر دروغ میگن تو یکی راست میگی؟ به خدا من این کارو نکردم، به امام حسین من بیگناهم. شهربانی معلوم بشه دروغ گفتین براتون بد تموم میشه، پدرتون رو در میارن. بره سر صورتشو تمیز کنه، خوب بشوره، خودت ببر تحویلش بده. پاشین بریم بیرون. بله پاشین برین دیگه، بریم بیرون. سرکار اینطوری گفت برای من مسئله نشه؟ نه مشکلی نی، حل دیگه. آره حل دیگه. شهادت دروغ دادم قربان. میدونم نمیشه کار کرد،
با اون آدم هایی که خریده نه. خیلی سردته؟ میخوای کتابم بهت بدم؟ نه نه سرما میخوری؟ نه جلال وایسا وایسی جلال وایسی بزن برم ببینمش جلال بزن برم جلال سر گروبان نمیخوای رفیقاتو ببینی؟ آبروی منو نبر سر گروبان. میدونی زندان زیاد جای بدی نیست، چطور وقتی یه کسی جزام میگیره میبنش جزام کنه تا به دیگر رو سرایت نکنه؟ آدم های شرری مثل تو رو هم باز برد زندان تا یه درس عبرتی باشه برای دیگران. وایسا وایسا شو. دست شما درد نکنه. مرخصی. تو اونجا چی کار میکردی؟ داشتم میرفتم امیرخیز، میخواستم مردم ببینن آخر عاقبت قلدر بازی چی میشه. که چی؟ گروهبان تیری که انداخته گزیه رو بودار کرده. خب منم بیشتر از این نمیتونم نگرش دارم.
گزارش فرارشو نمیفرستم شهربانی. تو هم چند تا مامور بردار ببینیم میتونی گیرش بیاری یا نه. میگیرمش. ببینیم. گروهبان سفری. سفری. تیم ساده دارن تشریف میبرن. سفری سریع گزارش آماده کن بده سرباز غلامی ببره شهربانی. گزارش چی؟ گزارش فرار مجرم از دست گروهبان مراد فخاری این انتقال از کلانتری به شهربانی. بنویس قصور از طرف مأمور بوده. تیراندازی امنیت محله رو به هم زده. میخوای تو این پرونده دخالت کنی؟ انگار متوجه نیستی سفری. توزیع استفاضی من تیراندازی شده. من نمیتونم جوری یکی دیگه رو بکشم. سریع باید گزارش کنم. بجون. بله قربان. جلال جبار اینا بگیر برو پیش اوست هستم بگو اندازه قالب رو بده بده بینم بده ابو الفضل قضیه چیه؟ بابا این گروهانه تازه کار اومده کلانتری انخیز اصلا پرونده درست کرده. پرونده چی؟ سیاسی. سیاسی؟ بابا به تو همه چی میخوره الا سیاسی. همینو بگو. ببینم نکنه کمونیست شدی. برو بابا مسخره بازی در نیار. هاشم و بویوک نامردی کردن. گروهانه صورت شار و روپول سوراخ کرد انداخت گردن من. بعدم بویوک و هاشم و آورد شهادت دروغ دادن. ولی تو یه بار این کارو کرده بودی. زهر ما رو یه بار این کارو کرده بودی. تو هم یه شهادت بده. این دفعه کار من نبود که تیمور. توف تروت بویوک. توف تروت. من وقتش میدونم باهاشون چیکار کنم. ببین اومردم. الان اینو چیکار کنم تیمور؟ ببین تو همینجا وایسا الان یه کاریش میکنم. بودو تیمور. سارا که زکل که